رضا با داد و بیداد میگفت درسته ما پدر نداریم اما این خونه بدون مرد نیست مرد این خونه منم و اجازه نمیدم راحل تو این سن و سال شوهر کنه اونم با رسول که جای پدرشه اصلا مردم در مورد ما چی فکر میکنن نمیگن عالی و رضا غیرت نداشتن دخترشون رو به خاطر پول فروختن این شیبه هم که قرار صدقه بدین بریم برای انواتتون خیرات بدین توی دلم داشتم کلی به رضا بد و بیراه میگفتم که اینجوری داشت به بختمون میزد نباتلی و الله به هر زبون و از هر دری که وارد شدن رضا جوابش یک کلمه بود و به هیچ سراتی مستقیم نبود. یه خورده بعد نباتلی و بدون گرفتن جواب بله نادم و پشیمون راهی خونشون شدن. با رفتن اونا از توی مطبخ اومدن بیرون و با لب و دهن آویزون و ناراحت همونجا کنار پله ایستادم استادن. ننه به خاطر تعصب رضا و حرفایی که زده بود کلی کیف کرده بود و قربون صدقش میرفت. بعد با لبخند رضایتی که روی لباش بود منو ستا زد تا برم بالا. هیچ کدوم حتی از من در مورد رسول و ازدواج باهاش سوالی نکردن و نظری نخواستن. منم بدون گفتن کلمه فقط شنونده معصومی بودم که بین سرنوشت و انتخاب گیر افتاده بودم. فردا صبح خروشخون با صدای بیبی نصرت از خواب بیدار شدم. با چشمای پف کرده و موهای ژولیده از پنجره نگاهی به حیات انداختم. یعنی بیبی بی به خاطر من اومده بود اینجا و میخواست برای اینکه من عروسش بشم خواهش التماس کنه با اینکه باورش برام سخت بود ولی خودمون رو آینه شکسته که روی تاخشه داشتیم مرتب کردم و رفتم حیات تا ببینم نصرت برای چی اول صبحی اومده خونمون سلامی دادم و بالا پله ها ایستادم ننه و رضا منتظر بودن تا ببینن نصرت چی میخواد و حرف حسابش چیه نصرت با چشمای دریده نیم نگاهی به من انداخت و با حرکات ممتد دست و صدایی بلند و توپی پر خطاب به ننه گفت آلیه تو دختر تو بهتر از پسر من به کی میخوای شوهر بدهان؟ خودت که دیدی خواهر من با اون همه جاه و جلال و ثروتش خودشو میکشه تا رسول دامادش بشه اصلا تو همین دهات خودمون به خداوندی خدا رسول دست رو هر دختری بذاره نه نمیشنوه مگه شوهر من کم کسیه نواتلی رو همه به اسم و رسم میشناسنش حتی پسراشم هم همینطور ماشاءالله پسرم سیف رو ببین کمتر کسی نشناستش فردا پس فردا خدای نکرده توریت شد چی این دختر بدبخت میخواد بیفته گوشه خونه و خدا میدونه چه بلایی سرش بیاد بعدت میاد دامد درست حسابی نصیبت بشه رضا تاقت نیاورد و گفت فکر نکن گیسات سفیده نمیتونم جواب تو بدم احترام تو نگه دار خواهر من همش ده سالشه وقت شوهر کردنش نیست برو هر وقت بزرگ شد بیا نصرت مکسی کرد و بعد چینی گوشه چشماش انداخت و با نگاه تندی به هم گفت دختر بیا پایین در حالی که انگشتامو توی هم گفت کرده بودم با گردنی کج از پلا پایین رفتم و نزدیکش وایسادم سر تو بیار بالا تو چشم نگاه کن نمیدونم چرا ازش ترسیده بودم زانوهام به لرز افتاده بود اول نگاهی به ننه انداختم که خیلی مطمئن و محکم به هم خیره شده بود و از طرز نگاهش قوت قلبی گرفتم بعد با نگاهی پرسشگر و معصوم با ابروهای جمع توی چشمای بیبی بی خیره شدم. چشمایی که خشم و نفرت ازش میبارید. بیبی با یه حرکت سری دستش رو آورد زیر چونم و صورتم رو به سمت خودش کشید و خیلی حق به جانب گفت همین دختری که اینجا وایستاده و به نظرتون یه بچه ساده و کم سنه خدا میدونه به پسر من چی گفته که اینطوری دل رسولم رو برده. حتما رایل خانم بهتون نگفته که وقتی همه تهران بودیم با رسول من خلوت کرد و خدا میدونه که نهنه نه رضا در حالی که حرفای بیبی بی هنوز تموم نشده بود از شنیدن جمله آخرش چشماشون گرد شد و هر دو با نگاهی شمادتکن و متعجب نگاهشون گفت شد روی صورتم. خوشکم زده بود. قلبم میخواست از تحبیدن وایسته. یعنی رسول به نصرت حرفی زده بود. اما اگرم زده باشه من کار بدی نکرده بودم که از بیدفاعی کاسه چشمان پر شد و از اینکه مثل یه مجرم داشتن نگاه میکردن حالت خفگی بهم دست داد به سختی و به دهنم قوط دادم و خواستم با لبای لرزون بگم که چه اتفاقی افتاده که رضا بدون معطلی دستش برد بالا و با چنان قدرتی سیلی محکم خوابون در گوشم که تلو تلو خوران پرد شدم روی پله ها و گیچگاه هم محکم به تیزی گوشه پله برخورد کرد. از شدت درد دستم رو بردم سمت گیچگاه هم. با خیست شدن انگشتای دستم از خونی که را افتاده بود چشمام سیاهی رفت و از حال رفتم. صدای ننه رو میشنیدم که به تندی میگفت بیبی نصرت حالا دلت خنک شد به خاطر حرف بی اساس تو کم مونده بود دختر طفل معصومم بمیره بس دیگه دست از سر بچم بردارین یه دخترم عروسه تو برای هفت من بس سردرد بدی داشتم چشمامو و آروم باز کردم سرم روی پاهای لاغر و استخونی ننه بود در حالی که محکم منو به آغوشش میفشورد تا دید چشام باز کردم چشمای غمگینش پر اشک شد سر کرد روی گردنم و زیر لب خدا رو شکر کرد. نصرت که دست پاچه شده بود اومد جلو با لبخند مصنوعی کنج لبش دستی به روی زخمم که ننه با روسری خودش پانسبان کرده بود کشید و با بی تفاوتی گفت آلی تو هم خیلی بزرگش کردی. مگه ماها کتک نخوردیم؟ مگه ماها کم سرمون شکسته؟ بعدم روسریش از سرش برداشت و با دست چند تا جایی زخم که از لابلای موهای کم مشخص بود و نشون داد. ننه با گفت تو خودتو با یه بچه ده ساله یکی میکنی؟ نصرت لنگه ابروشو بالا داد و خیلی خشک و بیعتنا گفت من دارم میرم عالیه بشین با رزا و راهله حرف بزن به جان رسولم من خودمم راضی به این وصلت نیستم اما چه کنم دل رسول پیش راهله است بذارین بیان یه حلقه بندازیم قندی بشکنیم تا این دوتا شیرنی خورده هم بشن قول میدم تا راهله عادت نشده براشون عروسی نگیریم بعد دستی تو هوا به نشونه تکون داد ننه کلی قربون صدقم رفت و بردتم اوتا. برام جا پهن کرد و فوری لیوان شیر و دو تا به قند آورد و کمک کرد بخورم. با نگاه مهربون و دلسوز خیره شده بود توی صورتم و با دست موقعم مرتب میکرد. بعد با صدای بغزالود گفت راهل عزیز دل مادر گیسو کمندم. آخه چرا در مورد اون روز به من چیزی نگفته بودی؟ حالا بگم از من خجالت کشیدی. حتی به فریده باید میگفتی. میبینی به خاطر یه پنهون کاری کم مونده بود برادر تو قاتل کنی و خودت هم زبونم لال این حرف ننتو تو به گوش حلقه کن و فراموش نکن دخترم بهترین دوست یه دختر مادرشه خواهرشه مادر یعنی محرم اسرار حتی اگه روزی روزگاری مرتکب کار اشتباه شدی بیا به خودم بگو شاید من تنبیهت کنم دعوت کنم اما یه مادر هیچ وقت آبروی بچه‌شو نمیبره و حتما یه فکری برای پوشوندن اون خطا و اشتباه میکنه. باشه گلم خواستم بگم که روم نشد ولی نتونستم به خاطر صرف کردن ننه عذاب وجدان گرفته بودم. بهش حق میدادم کی بهتر از یه مادر میتونه دخترش راهنمایی کنه و نصیحت کنه ننه ادامه داد قول بده از این بعد هیچ چیزی رو از من پنهون نکنی بعد مکس کوتاهی پرسید تو که ایانا نمیخوای زن رسول بشی نمیخوای درسته وقتی سکوت معنا دارم و دید نکنه دلتان پیش اونه حالا که کار به اینجا کشیده بود به خودم گفتم راهله تا کی باید از این ننه پنهون کنی که تو هم با این وصلت موافقی تا کی باید تو خونه بشینی و منتظر خوشبختی بمونی مگه توی زندگی یه دختر چند بار شانس در خونه رو میزنه پس باید به خودم جرأت میدادم و از فرصتی که پیش اومده بود استفاده میکردم تا حرف دلم رو به زبون بیارم در حالی که از شدت درد و حیا نمیتونستم راحت حرف بزنم تهمونده شیر لیوانو سر کشیدم و بدون اینکه تو چشمای ننه نگاه کنم بریده بریده گفتم ننه جون منم بالاخره یه روزی قرار مثل آبجیام و دخترای دیگه برم خونه بخت وقتی اوضاع زندگی فریده و سکینه رو با هم مقایسه میکنم میبینم که فریده خیلی خوشبختر و راحتتر چون شوهرش پسر نبوتلی و زندگی مرفه تری دارن منم آرزومه که زندگی مثل فریده باشه ولی هیچ وقتم دلم نمیخواد برخلاف میل تو و رزا شوهر کنم شما اگه به نظرتون رسول اون آدم مناسب نیست منم اصرار نمیکنم. فقط نظرم رو گفتم و بهت قول میدم دیگه هیچ وقت چی و ازت مخفی نکنم. هم معذرت میخوام که در مورد اون روز چیزی بهت نگفتم. نفسی کشیدم. باورم نمیشد تونسته باشم این حرفا رو به ننه بزنم. از طرز نگاه ننه قشنگ مشخص بود که ننه از حرفان شوکه شده. ما تو مبهوت تو صورتم نگاه کرد و بعدم آه به بلندی کشید و گفت: آخه تو که اینقدر بزرگ و اول شدی که من بیخبر بودم؟ واقعا فکر میکنی خوشبختی به مال و مناله؟ البته تا حدودی به حق میدم بعد مرگ آقات انقدر بیپولی و نداری کشیدیم که خودم هم خسته شدم ولی اینو بدون اخلاق و رفتار مرد خیلی تو زندگی مهمه یه مرد هر چقدر پول و ثروت داشته باشه ولی اخلاق نداشته باشه مف نمیارزه و زندگی زنش رو تبدیل به جهنم میکنه من خودم از دست آقا خدا بیامرز کم کشیدم بعدم دوباره آه از ته دل کشید و هر دو ساکت و مردد به فکر فرو رفتیم از اینکه رسول در مورد خلوتمون با بقیه حرف زده بود ازش دلخور بودم فکر نمی کردم این رازو برملا کنه و در موردش به کسی چیزی بگه اصلا درکش نمی کردم و نمیتونستم بفهمم هدفش از این کار چی بوده پردای همون روز نو و بیبی دوباره اومدن تا با ننه و رضا حرف بزنه رضا از صبح رفته بود بیرون و برنگشته بود فکر کنم به خاطر کاری که کرده بود روش نمیشد بیاد خونه که از قضیه کتک خوردنم خبردار شده بود برای دلجویی چند کیلو سیب نوبرانه و هلو برامون گرفته. همین که نشستن نباتری نگاه پدرانی به من انداخت و مارای تسبیحش و لابلای انگشتش بالا پایین کرد و گفت دخترم راهله. از اینکه به خاطر ندونم کاری رسول و دهن لق نصرت رضا رو دست بلند کرده وجدانم ناراحته. از طرف اونا از تو معذرت میخوام. بعد رو به ننه آلیه کرد و گفت آلیه خودت که میدونی من از بچگی راهله رو دوستش دارم و برام عین دخترمه. هر موقع تو صورت معصومش نگاه میکنم یاد اون خدا بیامرز میفتم که خیلی زود خدا ازم گرفتش با بغضی که توی صداش پیچید ادامه داد خدا شاهد من راهله رو از رسول بیشتر دوستش دارم و خوشبختیش آرزومه نن عالیه تمام مدت سرش رو پایین انداخته بود و فقط گوش میداد این سکوتش یه نوع اعلام رضایت بود از وقتی نشستن نصرت کلمه حرف نزد و هر از گاهی نگاه ناخوشایندی تو صورت من و به ننه خیره میشد تقریبا هوا تاریک شده بود اما خبری از رضا نبود موقع خدافزی نواتلی برگشت و به ننه گفت هر جور شده رضا رو راضی کن تا قبل ماه محرم دست این دوتا جوان بذاریم تو دست هم و این قائله فیصله پیدا کنه. به روح دخترم قسم عین چشمام از راهل مراقبت میکنم. من و ننه شاممون رو خورده بودیم که رضا اومد. ننه به پیشواز رضا رفت و شنیدم که تو حیات دارن با هم حرف میزنن. رضا میگفت که رفته با رسول درباره من حرف زده. رسول به رضا گفته بود که بیبی نصرت قضیه خلوت من و راهله رو خیلی بزرگش کرده اصل ماجرا چیز دیگه بوده و خیلی اتفاقی راهله رو دیدم و نظرش رو درباره خودم پرسیدم و هیچ چیز خاصی بینمون نبوده از اینکه از من رفع اتهام شده بود خوشحال بودم اما بازم رسول حرف نداشت در موردش با کسی حرف بزنه حرفای ننه و رضا که تمام شد هر دوشون اومدن بالا رضا با چهره پشیمون آروم سلامی داد و اومد درست روبروی من دو نشست من که از دستش دلخور بودم جواب سلامش رو ندادم و ابروام و هم بردم اصلا نگاش نکردم. منی که به خاطر اونو رو ننه داشتم برخلاف خواسته قلبم زن رسول می شدم این زخم و سیلی اصلا حق من نبود رضا با شرمندگی دستی روی زخم من کشید و شمرده شمرده گفت ای کاش دستم میشکست و تو رو نمیزدم نمیدونم چرا به خاطر حرفای نصرت اونقدر عصبی شدم بعد دست کرد توی جیب شلوارش و دو تا سنجاق سر صورتی در آورد و خیلی کج و نامرتب به مهم سنجاقشون کرد. بعدم صورتش رو نزدیک صورتم آورد و برای اینکه منو بخندونه، کلی از خودش ادا و شکلک در آورد. من که تا اون روز با رضا قهر نکرده بودم، با دیدن سنجاقا کلی زوغ کرده بودم. با اداهایی که داشت در می آورد، به زور جلوی خنده‌مو گرفته بودم. اما چند ثانیه که هر ستایی زدیم زیر خند داشتیم برای خوب آماده می شدیم که ننه اومد و کنارمون نشست. با مهربانی همیشگی و آرامش کلامش نگاه عمیقی به هم انداخت و گفت ننه قربون اون چشم ابری سیاه و موهای بلندت بشه من و رضا اگه مخالفتی میکنیم به خاطر خودته که فردا پس فردا اگه مشکلی تو زندگی برات پیش اومد نگی من بچه بودم شما که بزرگتر بودید چرا جلو نگرفتید خودت میدونی اینا دست بردار نیستن و تا تو رو عروس خودشون نکنن ولکن نیستن من بازم از ته دل راضی نیستم که تو زن رسول بشی چون زندگی یکی دو روز نیست و قرار یه اون با زیر یه صف زندگی کنی الانم تصمیم آخر رو میذارم به عهده خودت اگه فکر میکنی صلاح و مسلحتت اینه که زن رسول بشی من و رضا هیچ حرفی نداریم اما اصلا برای تصمیم گرفتن عجله نکن و چند روز فکراتو بکن بعد تصمیم بگیر حتی اگه یه درصد دلت با رسول نیست بهمون به بگو تو حالا سنت کمه و بزرگتر بشی و نوجوون هم زیباتر میشی هم خواستگارای بیشتری برات پیدا میشه رضا هم که انگار رسول تونسته بود با حرفش قانعش کنه با حرکت سر حرفای ننه رو تایید کرد و اینجوری رضایت خودش رو اعلام کرد اونا خبر نداشتن که من ماهاست دارم به این وصلت فکر میکنم و تصمیم خودم رو گرفتم نمیدونستن که برای من اولین و مهمترین هدف خوشبختی اوناست بعد خودم اما اینو هیچ وقت به زبون نیاوردم تقریبا چهار پنج روز به محرم مونده بود و کم کم جوانای روستا علمای سبز و, سیاه و تو مرکز روستا نصب میکرد. اون زمان منم مثل خیلی از نوجوانا عاشق محرم بودم و عاشق مراسم و تلزیه ننه رضا رو فرستاده بود سراغ و سکینه و فریده تا نه و در مورد من و رسول با هم صحبت کنن. فریده همیشه خواهر دلسوزتری نسبت به هم بود. شاید به خاطر این بود که نسبت به سکینه بیشتر میدیدمش و کمک حالش بودم. فرید زودتر از سکینه اومده بود و با ننه کلی در مورد درست و غلط بودن و این وصلت صحبت کردن. تقریبا هیچ کدومشون راضی نبودن. اما با دلایلی مثل این که رسول وضع مالی نسبتا خوبی داره و راهله رو میتونه خوشبخت کنه. دلایلی از این قبیل مثلا خودشون رو قانع میکرده. به این ترتیب همه چی دست به دست هم داد تا من وارد صفحه جدید زندگیم بشم. ننه از طریق فریده به نباتلی و بیبی خبر داد تا روز جمعه بیان و خیلی رسمی تر در مورد قضیه خواستگاری صحبت کنه. ننه دایی و امو و امه رو هم خبر کرده بود تا برای مراسم خاستگاری حتما حضور داشته باشن تا مراسم خالی از ریش نباشه. روز جمعه زودتر از روزهای دیگه از خواب بیدار شدیم. ننه روی پیرموس توی حلبی آب گذاشته بود داغ بشه تا همون بکنه. صبحونه رو که خوردیم توی مطبخ کنار تنور ننه آب و گرم و سرد کرد و با کاسه رویی که داخل حلبی گذاشته بود روی سر و بدنم آب در حالی که داشتم موهامو با کف صابون چنگ میزدم و چشام بسته بودم صدای ننه رو میشنیدم که داره آروم و آهسته آه اشک میریزه نمیدونم دلش برای بچگی میسوخ یا به خاطر اینکه یه عروس بی پدر بودم خیلی حس بدی بهم به هم دست داد و منم ناخداگاه اشک از چشمام سرازیر شد دروغ نگم دل خودم هم برای خودم میسوخ که داشتم به خاطر فرار از بیپولی و بدبختی زن کسی میشدم که یه ذره هم بهش حسی نداشتم و دلم باهاش نبود نن اشکای منو که دید بلندتر شیون کرد و بدن اوریانمو به آغوش گرفت و نوازشم کرد. چقدر دلم میخواست زندگیم همونجا تموم میشد و گرفتار بازی های تلخ روزگار نمیشدم. یه ساعت بعد فریده و سکینم برای آماده کردن خونه و ظرف و ظروف پذیرایی رسیدن. تا شب حال هیچ کدوممون خوب نبود. مخصوصا من و ننه. اما انگار ما هیچ اختیاری از خودمون توی این اتفاق نداشتیم و یه قدرت بزرگتر داشت زندگیمون رو اینجوری رقم میزد و پیش میبرد. حالا وقتی این بود که لباس نو بپوشم و آماده مراسم خواستگاری بشم. ننه چادر عروس تا خورده خودش را از توی صندوق برداشت و با حسرت و چشمای نگران انداخت روی سرم. چادر حریر نازک کرم با گلای ریز قرمز رنگ که عطر گل محمدیش آدم رو مست میکرد. به خاطر اینکه قدم خیلی بلند نبود، چادر برام دو وجب بلند بود. احساس کردم خیلی مسخره به نظر میام. نن و آبچی از نگاه کردن به هم متاثر شدن و کاسه چشماشون پر اشک شد اما هیچ کدوم دلشون نمیخواست بیشتر از این ناراحت بشم و قصه بخورم اونم توی شبی که ناسلامت قرار بود من عروس بشم برای همین هر کدومشون یه خاطره از مراسم خاستگاری خودش تعریف میکرد و سعی داشت یه جوری فضا رو عوض کنه فریده با لبای آویزون و ابروهای افتاده اومد جلو و چادر رو روی سرم مرتب کرد و گفت راحل جان مبادا قبل اینکه صداد کنیم پاشی بیا پیش مهمونه فکر نکنم با این قد بلند چادرم بتونی راحت چای بیاری همونجا تو مخصم بشین و منتظر بمون تا وقتی که صدات کنیم باشه عزیزم خودتم سعی کن چادر قشنگ زیر بغلت جمع کنی تا زیر پات گیر نکنه در حالی که سعی کردم چادر رو جمع کنم و چند قدمی راه رفتم با چادر رو تمرین کنم گفتم خیالتون راحت باشه بدون اجازه کاری نمیکنم بعد هر کدوم اومدن جلو و پوسه ای به روی گونه نشوندن و همگی منتظر نشستیم تا مهمون ها از راه برسند. رضا بچه ها رو برده بود توی حیات و سرشون رو گرم کرده بود. مریم و آرز رو هم یه گوشه خواب بودن. دایی و زنده که خونهشون نزدیکتر بود زودتر از بقیه مهمونا سر رسیدن. از اینکه قرار بود منم عروس خانواده نو تلی به شب خوشحال بودن و کلی تبریک گفتن و تنها گلایشون این بود که چرا اینقدر زود این تصمیم رو گرفتیم. از اونجایی که دایی مرد خصیصی بود و جونش بسته به پولاش بود، دست خالی اومده بود و حتی نپرسید که اگه چیزی کم و کس دارید تهیه کنم البته ننه هیچ وقتم انتظاری ازش نداشت اما نمیدونم اون روز خورشید از کدوم طرف طلو کرده بود که بی هوا گفت برای جهاز راهله میتونم یه تخت فرش 6 متری بخرم و فرش جهاز با من واقعا شنیدن این حرف از دایم خیلی بعید بود و خدا میدونست داره راست میگه یا نه ننه سر گردن برادرش رو بوسید و کلی دعاش کرد مهمونای بعدی که اومدن عمو و زنمون بودن طبق معمول خیلی خشک و رسمی اومدن و رفتن بالاتر از دایی و زندایی نشستن و تبریک گفتن. البته امو و ننه رو سزا زد توی حیات و 150 تومن بابت خرید میوه و شیرینی به ننه داد. ننه هم مثل همیشه نمیخواست پول قبول کنه و میگفت داداش ما خودمون هم شیرینی گرفتیم هم میوه. این پولو بذاریم برای مراسم عقد. اما امو وظیفه خودش دونسته بود و به هر حال لطف کرده بود. سکینه توی قوری چینی بزرگ به همراه چایی چند تا گنچه گل محمدی انداخت و بعد ریختن آب جوش قوری گذاشت روی سماور تا چای دم بکشه. فریده هم استکانای کمرباری که شاه رو که از خونشون آورده بود توی سینی چید و گذاشت روی میز کنار سماور. میوه و شیرینی ها هم از ظهر توی دوتا سینی مسی بزرگ چیده شده بودن و پیش دستی های ملامن گلدارم کنار میبه ها روی تاخچه خود دمایی میکردن. کلی منتظر امه شدیم اما خبری از عمه و شوهرش نشد تا مهمونای یه سری چای خوردن خانواده نباتلی از راه رسید چقدر دلهوره داشتم و احساسی که برای اولین بار داشتم تجربهش میکردم خیلی عجیب و تا حدودی برام ترسناک بود حال قربونی رو داشتم که داشت با پاهای خودش به مسلخگاه میرم ننه عالیه تعریف کرده بود که اصلا آقاجانم و تا زمان عقد ندیده بود و درست موقعی که خطبه عقد جاری می همدیگر رو دیده بودند بعد جاری شدن خطبه مهر آقام به دل ننه افتاده بود. منم منتظر همین حس بودم و دلم میخواست حتی اگه کمم شده یه روزی مهر رسول به دلم بیفته و بتونم باش خوشبختی رو تجربه کنم و دوستش داشته باشم. از اونجا که رسم نبود عروس به پیشواز خواستگارش بره برا همین فریده منو فرستاد تا توی مطبخ منتظر باشم. چادر عروس ننه رو به زور دور کمرم پیچیده بودم تا مبادا به زمین بخوره و خاکی بشه. فیتیله فانوس رو یکم بالا دادم و با تمام استرابی که داشتم روی تخت سنگی که ازش برای آسیاب کردن گندم استفاده می نشستم. صدای نواتلی و سیفولا رو شنیدم که سلام دادن و بالا رفتن. پشت سرشون بیبی نصرت و رسول. نمیدونم شیطنت بچگانه بود یا کنجکاوی دخترونه که از سر جان بلند شدم و خواستم یه نظر رسول و فرشته سعادت خانواده رو از دریچه کوچیک مطبخ نگاه کنم که چادر زیر پام گیر کرد و با صورت نقش زمین شدم. انقدر بالا گرم صحبت بودن که کسی صدای زمین خوردن منو نشنید. تمام صورتم خاکی شده بود. به سه دختر دست و پا از جان بلند شدم و سر و صورتم رو تمیز کردم. همین که خواستم چادر رو دوباره بندازم روی سرم بوی سوختگی به مشامم خورد. گوشه چادرم موقع زمین خوردن افتاده بود توی تنور و از خاکسترهای توی تنور آتیش گرفته بود و ازش دود بلند میشد. خیلی ترسیدم و دست باچه گوشه چادر رو از توی تنور بیرون کشیدم و قسمتی که شعله ور شده بود و توی دب آبی که برای پخت و پز ازش استفاده می کردیم فرو بردم با تقلا تونستم خاموشش کنم. نفسی عمیق کشیدم و خیره شدم به گوشه چادر سیاه و سوخته. برای اینکه سوختگی چادر به چشم نیاد، با یه چاقوی تیز قسمت سوخته رو بریدم و انداختم تو تنور. حتما اگه ننه میفهمید چادر عروسش رو سوزوندم، کلی فوشم میداد. دوباره خودم مرتب کردم و منتظر شدم تا صدام بزنم. همینجوری که نشسته بودم با انگشتم داشتم نخهای سوخته و سیاه چادر رو تمیز میکردم فریده اومد صدام زد تا برم تو مخزن بشینم از پله ها بالا رفتم و از روی کفشای جف شده پرش کوتاهی کردم و وارد مخزن شدم فریده توصیه های آخرم کرد و در اتاق و پشت سرش نیمه بست و رفت آخر گوش کرده بودم تا ببینم تو اتاق چه خبره صدای دایم رو میشنیدم که میگفت پس قرار شد تا دو سه سال دیگه هیچ سیغه محرمیت و خطبه عقدی خونده نشه تا دخترمون بزرگتر بشه. بحث مهری و هم باشه برای بعد. الان هم این قول و قرارا به خاطر عجله شما و آقا رسوله که اسم این دو نفر رو هم باشه و ما قول دخترمونا توی این مدت به کسی ندیم. پسر شما هم چشمش دنبال کسی دیگه ای نباشه. در زم تو این مدت هم آقا رسول حق نداره با دختر ما خلوت کنه و با هم صحبتی داشته باشه. داداش سیف حرفهای حرفای دایم رو تایید کرد و گفت بله اصلا درستش هم همینه اما برای که حرفا حدیثی پیش نیاد ما یه مبلغ رو به عنوان شیر به میپردازیم و با آویشم باشه برای زمان عقد. اینا که شنیدم نفس راحتی کشیدم و به خودم گفتم رائل تو موفق شدی و بالاخره روزای نداری و حسرت تو خانوادت به پایان رسید. با بلند شدن صدای سلوات فرید منو صدا زد از شدت هیجان و استراب تمام بدنم یخ کرده بود اصلا دلم نمیخواست دختر بی دست و پایی به نظر بیام به هر نحوی شده قسمت سوخته چادر و لابلای دستان پنهان کردم و وارد و اتاق شدم میدونستم که نباید سرمو بلند کنم و تو صورت بقیه نگاه کنم خیلی سربازی رو معدب سلام دادم و با گوشه چشم حواسم به ننه بود که منو به جایی که باید بشینم راهنمایی کنه ننه با چشم و ابروش به این فرمون که باید برم کنار بیبی نصرت بشینم نگاه کوتاهی تو صورت بیبی نصرت که الان دیگه مادر شوهرم به حساب میومد اومد انداختم و خودم و بین اون ننه جا دادم و آروم نشستم جمع خیلی ساکت شده بود بعد یه سکوت نسبتا طولانی نواتلی با لبخند و مهربونی همیشگیش تک سرفه انداخت و با صدای بلند گفت خب بالاخره عروس خانمم تشریف آورد خیلی خیلی مبارکا باشه از اونجایی که راهل خانومم قبلا جواب بله رو دادن که ما خدمت رسیدیم حرف دیگه ای نمونده که بزنیم ولی بازم دستور و فرمایشی هست بفرمایید تا ما اطاعت هم کنیم نن عالیه خیلی مختصر و آروم گفت ما که قبلا دختر به خانواده شما دادیم و از زمین تا آسمون از داماد عزیزم سیف الله راضی هستیم خدا خیرش بده که تو این سالا نذاشته قند تو دل فریده آب بشه آقا رسولم که برادر سیف و پسر شماه شک ندارم که میتونه دخترم رو خوشبخت کنه. قشنگ میشد تو حرفای ننه شک و تردید و بغض رو احساس کرد. نواتلی دوباره به بیبی اشاره کرد. بیبی بی نصرت با بیمیلی دستش دستشو برد زیر چادرشو از تو جیب کتش دوتا علنگوی طلا رو بیرون آورد و جوری که همه ببینن تو دستش بلندشون کرد و ابروی بالا انداخت و با غیز گفت این دوتا علنگو رو هم من و نباتلی برا زن رسول خریده بودیم که قسمت راهله شد. انگار که هیچ وقت قرار نبود بیبی نصرت منو به عنوان عروس و زن رسول قبول کنه. بیشتر کسایی که اونجا بودن از لحن صحبت کردن نصرت جا خورد. زنمو خیلی محترمانه گفت: نصرت خانم، نمیخوای علنگوار دست عروس قشنگت بندازی و صورت ماهشو ببوسی؟ ناسلامتی سلامتی از این بعد عروس شماست. بیبی نصرت ترجش جاش کمی جا به جا شد و خیلی محکم دستمو گرفت تو دستش و دستشو سر علنگوارو دستم کنه. با اینکه علنگوار برای دستم بزرگ بودن، اما یه جوری اونا رو روی انگشتان فشار داد و حلشون داد تو مچم که یه لحظه گمان کردم انگشتام تو دستاش خورد شد در حالی که پوزخند مسخره رو صورت داشت و با اکراه تو چشمام نگاه میکرد صورت هم بوسید و گفت بفرما زنم و فانو اینم بوس و طلا بعدم در مورد جاغاز کامل لاله زن غلام حرف زد چقدر با حرفاش داشت ما رو تحقیر میکرد ننه آلیه و آبجیام عرف شرم روی چهرههاشون نشسته بود و منتظر تمام شدن حرفهای نسبت بودن اما انگار حرفهای معنیدار و نیشدار بیبی تمومی نداشت. یه لحظه سرمو بالا آوردم تا ببینم مهربونا واکنششون به این حرفا چیه که نگاه هم به چهره رسول افتاد. چقدر مرتب و مثل شهریا لباس تنش کرده بود. همین جوری که زیر چشمی داشتم سر و وضعش رو برانداز میکردم اونم صورتش رو بالا آورد و یه لحظه چشم تو چشم شدیم که ای کاش نشده بودیم. دوباره با دیدن درشت و روشنش ترس و دلهوره افتاد بجونم. بدون مرکس پوری سرم و انداختم پایین خودم و لعنت فرستادم که چرا به خاطر پول دارم زن مردی میشم که ازش واهمه دارم حتی دارم به خاطرش کنایه ها و اذیت های بیبی نصرتم به جون میخرم داداش سیف که از حرفای بیبی خجالت زده شده بود خودشو وارد بحث کرد و اجازه نداد بیبی بیشتر از این حرف بزنه دیر وقت بود و کم کم مهمونا به خمیازه کشیدن افتاده بودن که نباتلی حرفای آخرم زد و اتمام حجت کرد طبق قول و قرار تا دو سه سال من باید خونه ننه میموندم تو این مدت هم رسول حق نداشت به دیدنم بیاد و منم حق نداشتم دیگه تنهایی از خونه بیرون برم و شده بودم نامزد رسول داداش سیف الله شیش هزار تومن تا نخورده و نور و از جیب تیلیقش در آورد و, و گذاشت زیر پتویی که روش نشسته بود ننه عالیه این شیش هزار تومن یه مقدار از شیربههاست که قابل شما رو نداره باقی ها هم باشه برای زمان عقد و عروسی فرید پاش شیرینی و بیار تا کام همه از این وسط شیرین بشه ننه به تعارف گفت حالا برای دادن شیربه ها عجله نبود وقت زیاده بیبی بی نصرت وسط کلام ننه گفت آره والا حالا هر کی ندونه ما که دیدیم و میدونیم قرار چه جوری جواز برای راهله بگیرین ننه و فریده حسابی از حرفای نصرت رنگ برنگ شدن نباتلی به اسماعیل گفت که پاش و شیرینی رو زودتر بیاره به نظرم ترسید به خاطر حرفای بیبی دعوا را بیفته و مراسم به هم بخوره که ای کاش میخورد. بعد خوردن شیرینی مهمونا همگی پا شدن تا به خونه هاشون برگردن. از شهرهای تو هم رفته و پکر هر کدوم میشد خون که از رفتار و حرفای نصرت حسابی ناراحتن و هر کدوم که با ملانن خدافزی میکرد به نشونه تأصف سری تکون میداد و چشم ابروی مینداخت. نبا تلی که تمام مدت به نصرت چشقوره رفته بود موقع خدافزی با دلسوزی تو صورت من نگاه کرد و دستشو گذاشت رو شونه هام و گفت یه وقت قصه نخوری یا تو بهترین و زیباترین عروس منی هیچ وقتم نمیذارم کسی اذیتت کنه موازه به خودت باش بعدم آروم یه چیزایی به ننه عالیه گفت و رفت ببین نصرتم هم مثل همیشه نگاه متکبرانه به من انداخت و گفت از این به بعد تو ناموس پسر منی حق نداری تنها یا بدون اجازه ای من از خونه ای ننت جایی بری حواست به اون دو تا علنگو هم باشه گمشون نکنی هیچ وقتم از دست درشون نیار بزا مردم روستا ببینن که ما چقدر دست و دل بازی فکر نکنن گدا ای اگرچه همه ما رو میشناسن ولی عقل مردم به چشمشونه بعدم بدون اینکه منو ببوسه یا تو آغوش بگیره بیرون رفت رسول نفر آخری بود که خداحافظی میکرد بدون اینکه تو صورت من نگاه کنون در حالی که از خجالت خیس عرق بود گفت موازه به خودت باش. همین یه جمله رو گفت و رو به ننه آلیه کرد و گفت حرفای بیبی بی رو به دل نگیرین. دیگه چه میشه کرد؟ اخلاقش همیشه همین بوده. مطمئنم بعدان بهتر میشه. ننه و رضا برای بدرقی مهمونا تا جلوی در رفتن. فریده و سکینه هم که حالشون از رفتار نصرت گرفته بود کلی پشت سرش نفرین و لعنتش کردن و بعد جمع جور کردن خونه همراه شوهر و بچه هاشون به خونه هاشون برگشتن. همین که تو خونه تنها شدیم رضا خیلی بی تفاوت به حال من و ننه سری رفت سمت پولای شیربه ها و با دیدن پولا چشماش برقی زد و خنده کنان گفت ننه دیگه میتونیم با این پولا برقدار بشیم و یه تحویل برای گاوامون بسازیم انقدر حالم گرفته بود که بقیه حرفاشون گوش ندادم بی صدا و آروم رفتم روی پله های حیات نشستم و با بغز به ما خیره شدم اون شب به خاطر خستگی زودی جاها په کردیم تا بخوابیم رضا تا چند دقیقه فقط در مورد نقشه هایی که برای شیربه ها کشیده بود حرف میزد. اما ننه با چهره غمگین و خسته خیلی زود خوابش بود. خودم هم با کلی فکر و خیال و غم توی سینم بعد ننم خوابم گرفت. هوا تاریک بود و شب از نیمه گذشته بود که احساس کردم یه نفر توی مخزن نشسته و داره لالایی میخونه. ننه و رضا جفتشون توی خواب به عمیق بودن. انقدر ترسیده بودم که حتی جرأت نداشتم ننه رو صدا بزنم. سرم رو بردم زیر لاغاف و توی خودم جمع شدم. این وقت شب کی میتونست به خونه ما اومده باشه؟ صدای لالای قطع شده بود که یه دفعه یکی دستش آورد زیر لحاف و محکم علنگوهایی توی دستم رو گرفت و با تمام قدرتش اونها رو کشید. سعی کردم با دست دیگم علنگوها رو نگه دارم تا نتونه درشون بیاره. یاد حرف بیبی نصرت افتادم که گفته بود مواظب به با علنگوها باشم. اما دیگه زوری برام نمونده بود و به حتی درد گرفته بود که با صدای بلند داد زدم. راه لنن بیدار شو دخترم. خواب میبینی بیدار شو. نفس نفس لنان چشممو باز کردم. نگاهی به علنگو ها انداختم. سر جاشون بودن. اما هنوز من انگشتم درد داشت. حتما به خاطر فشاری بود که بیبی نصرت به دستم آورده بود. به خاطر کابوسی که دیده بودم قلبم به تفش افتاده بود و میلرزید ننه نگاه دلسوزانهی به هم انداخت و سرم و رو گذاشت روی بازوی خودش و نوازشم کرد. منم مثل یه بچه معصوم و وحشت زده که به آغوش مادرش پناه آورده خودم رو توی بغل گرم و مهربونش مچاله کردم و با دلهورهی که داشتم به خواب رفتم. انقدر خسته بودم که فردا تا نزدیکای زور خواب بودم. به سختی چشمام باز کردم. ننه نشسته بود کنار صندوق و داشت چادر عروسش رو تا میزد. از ترس اینکه من با عوام کنه دوباره چشمام بستم و خودم رو به خواب زدم. اما زیر چشمی حواسم به ننه بود. همین که ننه به قسمت سوخته چادر رسید، مکسی کرد و سرش رو تکونی داد و چادر رو برداشت برد توی حیات. با خودم گفتم راه خانم فاتحت خون است. میدونی که ننه چقدر تو چادر عروسیش حساسه. ننه که رفت حیات یاد کابوس دیشبم افتادم. با ترس دستم و از زیر لحاف آوردم بیرون و یه بار دیگه به علنگوهای تو دستم خیره شدم. معنی که آرزون بود یه روز مثل آبچی پریدم علنگو دست کنم و با صدای جیرینگ جیرین کیف کنم الان دیگه همچین احساسی نداشتم. از ترس اینکه علنگوها بیفتن و گم بشن از دستم درشون آوردم و بردم گذاشتم پهلوی گوشواره هم توی صندوق. موهامو که بستم ترسون ترسون رفتم تو حیات. هوای خنک پاییزی بد جور تن آدمو میلرزون. ننه داشت توی تش چادر و عروسش رو صابون میکشید. سلام دادم و آفتابه رو برداشتم تا هم بشورم. هر آن منتظر فوش و ناسزای ننه بودم. برخلاف انتظارم ننه با خوشرویی نگاهی به من انداخت و گفت عالیه بمیره برات خدا چقدر رحم کرده خودتو نسوزوندی اون وقت من چه خاکی تو سرم میریختم با چشمای گیرد شده و متعجب آفتابر گذاشتم زمین و از پشت کردن ننه رو بغل گرفتم و قربون صدقه مهربونی یکی دو روز بعد برای شستن ظرف و ظرف رفتیم لب چشمه. توی مسیر کلی از آدمای روستا رو دیدیم. یه عده خیلی تبریک گفتن و برام آرزوی خوشبختی کردن. یه عدهم ننه رو سرزنش کردن. با هر آرزوی خوشبختی امیدوار به زندگی می شدم و با هر سرزنش ناامیدتر. فریبا و مادرش هم لب چشمه داشتن پش می شستن. فریبا اومد و نزدیک من نشست و کلی سرم غرزد زد که چرا شوهر کردم. منم جوابی نداشتم که بهش بدم. همین جور که فریبا داشت حرف می صدای و پای از توجه هم جلب کرد. نمیدونم چرا دلم هوری ریفت. به این امید که اسب سوار سهراب باشه و برای آخرین بارم که شده بتونم ببینمش، سرمو به سمت صدا چرخوندم. اما اشتباه کرده بودم. نه سوارکار شباهتی به سهراب داشت، نه اسب اسب سهراب بود. معیوسانه به خودم گفتم: راهله دیوونه تو خودت رسول رو انتخاب کردی و به خاطر پول و خانواده‌ت، پارو دلتو خواسته قلبت گذاشتی. الان این خواهش و تمنای دیدار سهراب چیه؟" نکنه تو هم میخوای مثل مادر لاله رسوای عالم بشی تا شب حسابی تو خودم بودم و حال حسری هیچ کاری رو نداشتم شب شب اول محرم بود رضا شامشو با عجل خورد و پیراهن مشکیش رو تنگ کرد و برای عزاداری رفت هیئت یکم بعد با پیچیدن صدای مدا توی بلنگو فریبا و مادرش اومدن دنبال ما و با هم رفتیم مرکز روستا جایی که مردا سینه زنی میکردن معمولا خانمو کنار دکونا و مغازه ها توی ردیف می و مردا هم توی خیابون ازاداری می کردن. اون سال به خاطر اینکه مدده روستامون به شهر نقل مکان کرده بود کس دیگه ای داشت نوه خونی می کرد که انصافا صدای گرم و رسایی هم داشت. من چون قدم کوتاه بود نمیتونستم از لابلا جمعیت چهره نوه خونو ببینم. فریبا که قدش بلندتر از من بود سرش آورد نزدیک گوشم و با صدای بلند جوری که توی اون سر صدا بتونم بشنوم گفت وای راهله اگه بدونی نوع خونه تازه کیه معلومه که نمیدونم چون نمیتونم ببینمش نه صداش آشناست بابا همون پسر درازه است داداش مهری اسمش چی بود خدا یا نکنه سهرابه ای آفرین اسمش یادته ولی خدایی صداشش به قیافش نمیخوره انگار خدا هم دوست داشت زجرم به دو قصه بخوره هر بار که یاد و خاطر سهراب توی سینم میکشتم یه جوری دوباره برام زنده میشه با حال دگرگون و یه عالم پشیمونی و حسرت پاهامو بلند کردم تا شاید بتونم دوباره صورت قشنگ سهراب رو ببینم. اما هرچی تقلا کردم موفق نشدم. چند تا از خانومایی که جلو ایستاده بودن و هل دادم کنار رو رفتم جلوتر. همینجور که داشتم سعی می کردم رو ببینم متوجه نگاه خیره رسول شدم که درست روبروی من ایستاده بود و با چشمای درشتش مات و متحیر داشت نگاه هم می با دیدن رسول خوشگم زد. سرم به نشونه سلام تکون دادم و خودم و لابلای خانمای دیگه پنهون کردم. نکنه متوجه شده بود که چشمام دنبال سهرابه. اگه میفهمید چی؟ حالم بد جور گرفته بود. نگام به ننه افتاد که چادرشو انداخته بود رو صورتش و داشت برای مظلومیت آل حسین گریه و شیوه میکرد. ناخداگاه منم هم گرفت. برای خودم و این وضعیتی که توش گیر افتاده بودم. بعد تمام شدن مراسم همگی به خونه برگشتیم. شکر خدا توی مسیح با رسول رو در رو نشدیم. همین که رسیدیم خونه، رضا دوباره بحث خریدن برق و درست کردن طویله و اتاق و با پول شیبه های من رو پیش کشید. من که از خدام بود. اصلا برای همین زن رسول شده بودم. اما ننه مخالف بود و میگفت با این پول باید برای راهله جهاز بخریم. رضا کلی دلیل آورد و گفت حالا کو تو عروسی راهله ایشالا تا دو سه سال دیگه بعضمون بهتر که شد جواز آبرومندانه ای برای راهله می خریم. از فردا رضا همراه رمزون افتادن دنبال کارای بنایی و خریدن کنتور برق. اون سال داداش سیف الله برای بچه ها شناسنامه گرفته بود تا اسماعیل رو توی مدرسه ثبت نام کنه. کلاس های درس مدرسه روستا که جمعن چهار تا کلاس بود و تا مقطع سوم راهنمایی از ساعت نه صبح شروع می شدن. روز اول مدرسه قرار شد تا من همراه اسماعیل به مدرسه برم. چقدر زور داشتم و آرزون بود که منم یه روزی بتونم توی همون کلاس ها بشینم و خوندن نوشتن یاد بگیرم. اول مه بود یه حال عجیبی داشتم. انگار که خودم میخواستم سر کلاس درس حاضر بشم. لباس و تنم کردم و منتظر اسمایل و فریبا بودم تا با هم راهی مدرسه بشیم. نه کلی سفارشم کرده بود که سنگین و موقع رفتار کنم. مثل زنای شوهردار توی کوچه خیابونم اداهای بچگونه در نیارم با صدای بلند حرف نزنم و نخندم یکم برام سخت بود اما چاره نداشتم و باید بزرگتر از سنم رفتار میکردم فریبا و اسماعیل همزمان از راه رسیدن البته محمدم همراه اسماعیل اومده بود و دوست داشت مدرسه رو ببینم. اسماعیل کیف چمدون شکلشو که روش عکسای کارتونی داشت با لبای خندون توی دستش گرفته بود و کلی سوال در مورد مدرسه و محلما از فریبا میپرسید. تمام راه اسمای سوال میپرسید و فریبا جواب میداد. مدرسه ای روستا چندان بزرگ نبود و حیات بزرگی هم نداشت. شاید سرجم پنجان نفر توی مدرسه درس میخوندن که 90 درصد اونا هم پسر بودن. البته یه تعدادی هم اهل روستاهای اطراف بودن. همین که به مدرسه رسیدیم فریبا از ما خدافزی کرد و رفت سمت همکلاسی ها و دوستای هم مدرسه ایش. منم با یه دنیا حسرت خیره نگاهشون میکردم. همین جور که کنار اسمایل و محمد منتظر خوردن زنگ و تشکیل صف ایستاده بودم یه نفر از پشت سلام داد. چه صدای آشنایی. دوباره زربان قلبم تون شد و حالم دگرگون شد. سرچرخونم به سمت صدا برگشتم. سهراب بود که کنار من ایستاده بود و با لبخند قشنگش به هم خیره شده بود. انقدر شوکه شده بودم که خیره به سهراب خوش زد. دختر کوچولو تو هم اومدی مدرسه؟ میخوای با سواد بشیاره؟ منم آبجی ما آورده بودم. اون آهاش ببین کنار درخت توت پیش اون دختر لاغر است. انقدر گنگ و متحیر بودم که فهمیدم چی داره میگه. اسماعیل طبق معمول غیرتی شده به سهراب گفت دختر کوچولو کیه؟ باید بگی راهل خانم در زن با خاله من حرف نزن که اگه شوهرش که عموم میشه به فهمه میکشتت فهمیدی؟ سهراب همین که حرفای اسمایل رو شنید رنگ عوض کرد و به تت پته افته. همش میخواست یه جمله و حرفی بزنه اما نمیتونست. یه دفعه خنده روی لباش تبدیل شد به اندوه و بغض توی صورتش. با پشت دست دربه به پیشونی صد و با چهره متاسف گفت آها خدا خوشبختشون کنه ولی من که نخواستم با خالت حرف بزنم فقط خواستم حال خودتو بپرسم. با به صدا در اومدن زنگ مدرسه اسماعیل نگاه تندی به سهراب انداخت. بعد من و محمد و بوسی و رفت. با رفتن اسماعیل سهراب عقبتر رفت و به دیوار مدرسه تکیه زد. اونقدر چهرش تو هم رفته و ناراحت بود که اگه کسی اونو توی اون وضعیت میدید حتما فکر میگن یکی از بستگانش از دست داده. یعنی از اینکه من توی سن نکم عروس شده بودم ناراحت شده بود. یا اونم به خاطر از دست دادن من دلش شکسته بود نمیدونم چند دقیقه بود که اونجا ایستاده بودم بونهام از سوز هوای سرد پاییزی سرخ شده بود گاهی با گوشه چشم جوری که جلب توجه نکنم سهرا با نگاه میکردم چرا هر بار که نگاش میکردم مشتاقتر میشدم و چشمام از تماشا سیراب نمیشد